خواسته به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سر، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکرد، محیط عقد گشایی، محیط اناد به هم ریختگی، موضع گیری قرار دادیم، همونطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجهش پیدا شدن مستبدینی است. همونطوری که در تاریخ گذشته من بوده است و در تمام ادوار تاریخی، دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از شاه مردم رو می فریبد از طریق وعده آب و نان و من الناس من یعجب رو کرد. دقت کنید، بعضی از مردم هم که وقتی با شما مواجه می شود، سخنرانی می کنند، شعار می دهند، گفته اونها شما به شما توده های مردم را فریفته خود می کنند. یعجب کرد قوله فی حیات دنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، دین را به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو شاهد میگیرد بر این که من میخوام این مملکت نجات بدم، یا رضا خان، یا آریامهر و امثال اینها. و هو علی درخصاب، ولی روحیش لجوجترین کینورترین مردم است نسبت به قبل. تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.